بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روز گذشته مصادف با 17 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری، به مناسبت سالروز ولادت با سعادت و سراسر نور حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت، رئیس مذهب حقه شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم غرق در شادی و سرور بود. این مراسم با حضور عموم مؤمنان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد و جمعی از محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، هم از علما، فضلا، فعالان فرهنگی، شخصیت‌های رسانه‌ای، اقشار مختلف جامعه و زوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آن شرکت داشتند. شرکت کنندگان با گرامی داشته این روز بزرگ و با حضور در بیت مرجعیت، ظهور و فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را از خدای متعال مسئلت نمودند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، کاترین راسل، رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، از کشتن کودکان در حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان اظهار نگرانی کرد و خواستار توقف جدی چنین حملاتی به لبنان شد. در پی انفجار در شرکت زغال سنگ معدنجوی طبس، تاکنون 30 نفر کشته و 17 نفر دیگر مصدوم شدند. در همین راستا محمد علی آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، گفت حادثه بدی بود که در یکی از تونل‌های معدنی زغال سنگ بخش خصوصی صورت گرفته است. وی در ادامه افزود این حادثه در اثر تخریب و یا آتش سوزی نبوده است، بلکه انفجار گاز متان یا خفگی ایجاد شده است.